برترین روش کسب درآمد اینترنتی روشی که افراد مختلف به عنوان شغل اصلیشون انتخاب کردن و با اون پولدار شدن شما با این روش حداقل ماهانه 5 میلیون تومان و اگه زحمت بکشید بیش از 20 میلیون تومان رو میتونید تزینی کسب بکنید این روش واقعیه و شغل خیلی از افراده های واتساپ اول فضل هستم همونطور که قول داده بودم امروز وقتشه که یک آموزش فوق یک کسب و کار فوق رو معرفی کنم که خیلی ها این کسب و کار به عنوان شغل اصلیشون قرار گرفته و دارن با این روش از اینترنت درآمد فوق العاده ماهانه به دست میارن شما با این روش حداقل میتونید ماهانه 5 میلیون رو به دست بیارین اگه زحمت بکشین و اگه زحمت بیشتر بکشین بالای 20 میلیون تومان هم میتونید چون که تونستند و من هم بهتون قول میدم اگه زحمت بکشین من خودم هم با همین روش خیلی کار کردم و درآمد خوبی رو به دست آوردم یه نکته رو بگم اگه کانال تلگرام هم جوین نشدید حتما برین جوین بشین من داخل کانال تلگرام هم گفته بودم این ویدیو رو منتشر میکنم داخل کانال تلگرام اخبار فیلم ها یک سری توضیحات حتی گروه گپ هم هست که داخل اون دوستان عزیز میان پیام میدن میگن آقا این سایت اسکم بررسی بکنید و اینجور چیزا دوستان عزیز پیام میدن و صحبت کنم و یک سری از ها سایت ها هم خودم معرفی میکنم یه نکته رو بگم سریع تمومش کنم الان من داخل کانال تلگرام اینقدر دارم سایت های اسکمی که افراد دیگه معرفی میکنن رو معرفی میکنم که اینا اسکمن نرید داخل گروه گپ پر شده از همین سایت هایی به من میگن این رو بررسی کن بررسی کن ببینید کانال های کسب درآمد یوتیوب زیاد شده و واقعا عجیب اینه که تا یک سایتی رو میبینند فکر میکنن تمام خیلی کار بزرگی کردن سایت های کسب درآمد اینقدر زیادن که نگو باید ببینید سایتی که واقعا برداشتی داشته بعد بیاید اینو معرف کنید من سایت هایی رو که میذارم معرفی میکنم 100 در صد برداشتی داشتن دیدم برداشتیشونو رو بعد میام معرفی میکنم وگرنه نه اینقدر سایت ها رو من همینطوری رد کردم رد کردم تا رسیدم به این سایت هایی که الان دارم معرفی میکنم بهتون پس حتما کانال تلگرام رو هم دنبال کنید آندرلاین تریک ترای آخرش دو تا وای داخل اون میتونید داخل گروه گپش برین صحبت بکنید دوستان اصلا پاسخ میدن و اگر دوستان اتون پاسخ بدن سایتی رو معرفی کردین که خواستین ببینید اسکم یا اسکم نیست من خودم بررسی میکنم و بهتون میگم اسکم هست یا اسکم نیست مراقب باشید من بهتون قول میدم سایت هایی که خودم معرفی میکنم صد در صد برداشتی داشتن و دیگه خیلی صحبت کردیم در رابطه با این موضوع خواستم بگم خیلی کانال ها زیاد شدن و همینطوری هرچی میدن و معرفی میکنن بریم این آموزش ای که امروز قراره بگم رو شروع کنیم بخش اصلی کسب درآمد اینترنتی فروشه ما میخوایم امروز این کار بکنیم کامل ویدیو رو ببینید متوجه میشید جریان چیه و چقدر سادیه ببینید شما میتونید یک سری محصولات فیزیکی مثلا موبایل و این چیزا بفروشید خب ولی خب این کار ما نیست الان کجا موبایل بیاریم و هزینه میخواد بخریم و که بعد بفروشیم و الان تامین کنند و سایر موارد ما میخوایم فایل بفروشیم الان فایل از کجا بیاریم در ادامه بهتون میگم داخل این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری فروشگاه بزنید چطوری فایل بفروشید چه کار بکنید فروشتون بره بالاتر با من همراه باشید از اونجا که من نمیخوام سایت خاصی رو تبلیغ بکنم داخل گوگل میزنم فروش فایل ببینید سایت های خیلی زیادی هستن که به شما این امکان رو میدن که بیاین فایلاتون رو بزنید داخل این سایت ها و فروش کنید ببینید شما داخل این آموزش چه معلم چه دانشجو معلم چه دانشجوی هر رشته ای چه جوان چه نوجوان اصلا دانش آموز هر چیزی که باشه میتونید با این روش درآمد فوق العاده فوق بهتون میگم اگر این اینستاگرام دارید پیجتون قویه با این روش دیگه درآمدتون کولاک میکنه بهتون میگم چون با اینستاگرامتون میتونید محصولاتتون رو تبلیغ کنید خب ببینید من الان وارد یکی از سایت ها شدم اولین سایت رو وارد شدم فرقی نمیکنه شما برای اینکه فروشتون بیشتر بشه طبیعتا هرچی سایت های بیشتری داشته باشین بی... بهتره داخل تمام این سایت ها ثبت نام بکنید و مسئولاتتون رو داخل تمام این سایت ها قرار بدید چرا چون که این سایت ها طبیعتا یک دامیناتوریتی یا پیجاتوریتی الان به صورت کلی بگم سئوشون بهتره خب و اینکه داخل سایت های مختلف محتوا بذارین وقتی که تو نتایج جستجو گوگل میاد طبیعتا موارد بیشتری رو از سایت شما میاره و بالاخره کسی که میخواد بخره یکی از سایت های شما رو کلیک میکنه و میخره این از این مورد من میخوام از این سایت استفاده بکنم ثبت نام رو میزنم ببینید این سایت ها بررسی میکنن ها مثلا همینطوری نیست بیاین چیز به در نخور منظورم یه چیزی که غیر قانونی و بیان بفروشید از این اینا رو هم فکرتون بزنید که الان چی میتونین بفروشید در ادامه بهتون آموزش میدم الان فعلا ثبت نام کنیم نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه ایمیل کلمه عبور و بورو، تکرار و پذیرش قوانین این الان کد امنیتی رو میزنم و ثبت نام میکنم بریم و بیایم خب من ثبت نام کردم کد تایید ایمیل هم ارسال کرد تایید کردم و وارد شدم ببینید وقتی که وارد شدید از شما میخواد که یک آدرسی رو برای فروشگاه اینترنتیتون بزنید قرار ما چیکار کنیم قرار ما یک سری فایل ها رو بفروشیم الان چه فایل هایی در ادامه بهتون میگم من اسم فروشگاه رو به عنوان مثال میزنم تریک عنوان فروشگاه مثلا فن عنوان فروشگاه هم میذارم زنم... فروشگاه جزوات دانش دانشگاهی مثلا ببینید شما میتونید خلاصه جزوات خلاصه در واقع دروس دانشگاهی رو داخل این در واقع سایتی که درست میکنید بفروشین خیلی خیلی این خلاصه کتابایی که امتحانات ترم میگیرن خیلی فروش میره زمان امتحانات اینجا هم یک سری در واقع در مورد فروشگاهتون توضیح مینویسید می نویسید مثلا الان مثالی که خودش هم مثلا نوشتار میتونید بزنید ولی خب بهتر کلمات کلیدی رو بزنید مثلا من دارم جزوات دانشگاهی رو میگم مثلا میزنم خرید خرید جزوه خلاصه کتب دانشگاهی مثال میزنم شما یه چیز کامل رو بنویسید کلمه کلیدی کلمه کلیدی مثلا کتاب ببینید گفته با کاما جدا کنید خب خلاصه جزوه البته کامایی که این سایت گفته از این نو کاما یعنی کامای انگلیسی اگه اشتباه نکنم کامای انگلیسیه ببینید کامای انگلیسی روی کیبوردتون یک دو سه سه تا سه تا برین سمت, بر سمت چپ از شیفت میشه کامای انگلیسی باید زبونتون هم انگلیسی باشه کتاب خلاصه جزوه جزوه دانشگاهی کلمات کلیدی رو بنویسید اون چیزهایی که مربوط به در واقع فروشگاه اینترنتی تونه میخوایم کوپن هم استفاده بکنید یا نه آمارگیر فعال باشه آمارگیر بازدید ایمیل خرید موفق و اینا رو ارسال بکنید یا نه خب من میگم ارسال بکنه حالا پیام کار ندارم اطلاعی مدیر فروشگاه الان کد آمارگیر اگه از سایت های دیگه بتونید بگیریم میتونیم بذارین اینجا یک سری چیزهای دیگه میگه تعداد مسئول در صفحه چند تا باشه و اینجور موارد کار ندارم و این هم در واقع قالب فروشگاهتونه مثلا من اینو رو میزنم و ثبت تنظیمات فروشگاه بعد از اینکه ذخیره رو زدید نیازه که هویت خودتون هم تایید بکنید مشخصات فردی میزنید حساب کاربری مشخصات فردی اینا رو کامل میکنید اصلا اسکن تصویر کارت ملیتون هم باید بزنید و آپلودش بکنید و تایید هویت پیامکی هم باید انجام بدید و وقتی که این کار کردی رو کردید تایید کردن میتونید محصول بذارید داخل فروشگاهتون الان فروشگاهتون کجای مدیریت فروشگاهی که بزنم نمایشی فروشگاه شما اینجا الان ما مسئولی داخلش نیست فروشگاه جزوات دانشگاهی و خرید جزو خلاص کتاب دانشگاهی خب ببینید مسئولی توش نیست محصولات مال در واقع حالت تبلیغات هن. از کسایی دیگه اومدن داخل فروشگاه شما این از این مورد تصویر کارت ملی توتون اینجا میزنید دو ذخیره رو میزنید و تایید هویت پیامکی هم انجام میدید خودش توضیح داده که باید چی کار کنید بعد از اینکه کار کردین و تایید کردن شما دیگه میتونید داخل فروشگاهتون محصول بذارید برای این کار چیکار میکنید مدیریت فروشگاه مدیریت دسته ببینید شما داخل این فیلم آموزشی یاد میگیرید که فروشگاه اینترنتی بزنید و فایل بفروشید وقتی که فایل میفروشید شما هیچ دخالتی نمی کنید طرف میاد پولش رو واریز میکنه اون جزوه خلاصه که شما گذاشتید رو میخره تموم شده رفت بدون دستکاری و دخالت شما مدیریت بندی ها تعریف تعریف بندی جدید یک دستبندی مثلا من اینجا میذارم خلاصه کتاب خب دستبندی اضافه شد مثلا مربوط مثلا میزنم پزشکی دستبندی مثلا خلاصه کتاب های پزشکی میاد الان به عنوان این قرار میگیره مثلا فیلم حالا به عنوان دسته اصلی میذارم فیلم رو ببینید این قسمت فیلم آموزشی بیاد به عنوان این ببینید شما میتونید اضافه بکنید به هر کدوم از این. خب دستبندی ها رو انجام دادیم خلاصه کتاب خلاصه کتاب پزشکی حالا مثلا شما دانش آموز هستید میخواین یک پاورپوینتی رو درست کردین یک نمونه سالی رو دارین میتونید اینجا مثلا بزنید نمونه سوالات کلاس 4 دسته بندی محصولاتتون رو. وقتی که این کارا رو کردین الان باید محصولتون رو اضافه کنید ببینید من الان نمیتونم محصولم اضافه کنم چون حساب کاربریم تایید نشده وقتی که ایجاد محصول رو میذارید اینجا میتونید دستبندی خودتون رو بزنید که الان ما دستبندی ها رو انجام دادیم و دستبندی رو ساختیم و دستبندی هم در همکاری در فروشی که الان این بحثش جداه کار با این بحث ندارم بحث همون همکاری در فروشی که دیدین گفتم مال محصولات دیگه میاره اینجا عنوان محصولتون رو میزنید مثلا میزنید خلاصه کتاب شیمی مورتیمر مثال این و میانید سری توضیحات مینویسیم براش یک توضیحات رو اینجا می که مثلا کتاب پی دی اف چند صفحه به چه صورت حالا کلمات کلیدی مثلا مربوط به شیمیه خلاصه کتابه الان یک توضیح هم نشته بعد از خرید اینجا میتونید بنویسید قیمت رو میزنید و اگه خواستین تخفیف بدید در سایه تخفیف میزنید الان پورسانت ها یا هم تعیین میکنه و تا خب خودش بخش همکاری در فروش داره افرادی میان یک کدای رو میگیرن و میرن بازاریابی میکنن شما علاوه بر اینکه میتونید محصول خودتون رو بفروشید میتونید از این بخش بیاین همکاری در فروش کد رو دریافت کنید و برید مسئولات دیگران هم بفروشید اینجا الان عکسش حتما عکس هم بذارید الان این قسمت زد رفت محلی بعد اینجا هم فایلتونه فایلی که میخوایم بفروشید مثلا اون خلاصه کتابی که میخوایم بفروشید اون پی اف زیپ الان هر چیزی که هست میگه فایل فقط به صورت زیپ باید باشه باید پی رو حتما باید زیپ بکنید برنامه وینر رو دانلود و نصب بکنید و من الان بهتون بدم به چه صورته به عنوان مثال من میخوام این عکس رو زیپ بکنم وینر رو که دانلود و نصب بکنید البته اندرویدی هم دار برنامه وینر این قسمت اد تو آرشیو که بزنم خیلی راحت اینجا زیپ رو که بزنم اینجا میتونید اسمش رو تعیین بکنید اوکی بکنید زیپ رو میسازه بعد همون رو آپلود کنید این از این مورد این فایلی که میخوایم بفروشید اینجا قرار میدید و آپلودش میکنید و تمام ببینید کار ساده با این سایت چون که فارسیه و نکته ای که داره ببینید من اگه این سل فایل رو بزنم و بیام داخل صفحه اصلیش ببینید بخش دیدم یکم عجیب شد بخش راهنما ببینید کامل آموزش داره مدیریت فروشگاه و پنل کاربری ببینیم قسمت کامل اگه سوالی براتون پیش اومد میتونید بیان اینجا و بخونیدش من الان چرا کامل توضیح نمیدم چون دردسر الان میخوام اسکن کارت ملی و خیلی کارهای دیگه بکنم تا داخل این سایت تایید بشن بعد بتونم محصول بذارم در حالی که نمیخوام مثلا چیزی رو داخل این سایت بفروشم فکر کنم آموزش کامل بود در پایان من این کلیات رو بگم شما یک فروشگاه اینترنتی میزنید هر چه چیزی که میتونید بفروشید رو داخلش قرار میدین و فروش میکنید بدون که هیچ دخالتی بکنید چون دارین فایل میفروشید طرف میاد پول میده فایلی که شما گذاشتینه برای فروش دانلود می... پولش رو میده دانلود میکنه تموم شد رفت پول به حسابتون واریز میشه پول اینجا جمع میشه و بعد شما باید درخواست بزنید که پولتون رو دریافت کنید امور مالی درخواست تصویر حساب رو میزنید البته که باید حساب بانکیتون هم ابتدا بهش بدین و بعد درخواست تصویر بزنید خب ببینید سایت هایی که به این صورت هم بهتون نشون دادم زیادن شما داخل همشون برین ثبت نام بکنید داخل سایت های زیادی فروشگاه داشته باشین بهتره در واقع سایت های زیادی دارن که دارن محصول دارن یک محصول میفروشن طبیعتا احتمالی که تو نتایج جستجو قرار بگیرن هم زیاده بالاخره یکی دو تاشون میاد بالا و روش کلیک میشه و فروش انجام میشه شما میتونید همکاری در فروشش هم کسب درآمد کنید و چه محصولاتی رو میتونیم بفروشیم یکی از ساله اساسی اینه. ببینید من الان یک توضیح کوتاهی بدم شما دانشجو هستی میتونید خلاصه بکنید کتاب رو و بزنش برای فروش دانش آموز هستی نمونه سال دارین یا پاورپوینتی درست کنید یا هر چیز دیگه میتونید در... در واقع به صورت زیب درش بیم و بزنش داخل این سایت برای فروش یا هر کار دیگه میتونید انجام بدید و بزنید برای فروش این همه اینا همه به کنار یک سری محصولات هستن که الان اونا رو باید یا از یک جایی خرید شما میتونید از یه جای دیگه بریم بخریم و بیاریم بذاریم داخل سایت خودتون بفروشیم این رو در نظر بگیرید شما اگه مثلا 5000 تومان بدین رو بخرید بیاین تو سایت خودتون 4000 تومان همونو بفروشید ببینید شما دارین ارزون تر از اون میفروشید و افراد زیادی میان از شما میخرن قرار نیست یک نفر از شما بخره حداقل 100 نفر 500 نفر به بالا میاد از شما میخره و سودتون رو میکنید شدیدا هم سود میکنید و در واقع یک سودی رو خود این سایت میبره برای خودش درصدی رو میگیره کار با این ندارم در کل میگم سود زیادی رو میکنید شما وقتی که میخواین محصول فیزیکی رو بفروشید شما باید اون رو بخرید ولی وقتی فایل میفروشید خ... می فایل مال خودتونه این از این مورد چرا از اون بخرینش بیاین بفروشنش فایل مال خودتونه این از این مورد و نکته اساسی یک سری محصولات هستن که نابن الان برای فروشن کجا اونا رو گیر بیاریم بیاریم بفروشیم اگه کامنت های این ویدیو از ده کا گذشتن یعنی ده هزار تا به بالا کامنت گذاشتیم برای این ویدیو من یک دوره در واقع یک ویدیو منتشر میکنم و داخلش میگم چطوری اون محصولات رو به دست بریم ببینید یک سری محصولات هستن که پولی هن. و داخل ایران هم کم هستن و فروششون هم فوقلاده بالاه چطوری محصول به دست بیاریم چطوری محصول بیاریم بذاریم داخل سایتمون بفروشیم در واقع نمیشه بگم یک ویدیو یک دوره آموزشی میذارم قسمت به قسمت آموزش میدم چطوری اون محصولاتی که دلاری ان رو چطوری از کجا گیر بیاریم بذاریم داخل سایت خودمون بفروشیم به سایت کاری که خیلی از سایت دیگه دارن میکنن اگه دقت بکنیم مثلا طرف سایت زده داره لایه باز فروشگاه لایه باز زده در واقع اون پروژه های فتوشاپ اینا رو از کجا میاره خب به دلار دارن میفروشن اینا رو از کجا میاره میفروشه خب من داخل یک ویدیو آموزش میدم خیلی راحت رایگان اونا رو به دست بیارین و بیاین بفروشید یا مثلا پروژه های افتر افکت همه چی یعنی همه چی به یک دوره هم برگزارش کنم تو هر قسمت یک چیزی رو آموزش میدم چطوری اونا رو به دست بیارین و بیارین بفروشین و درآمدی رو کسب میکنین بالای 15 میلیون به بالا یعنی درآمدی کسب میکنین بالای 15 میلیون درآمد فوق العاده بهتون میگم پس حتما ویدیو لایک کنید کامنت ها رو بنید بالای ده پیج اینستاگرام رو هم دنبال کنید کانال تلگرام هم فراموش نکنید مطمئنم این آموزش بهترین آموزش کسب به درآمدی که تا الان دیدی برای زحمت بکش امروز اگه یک محصول گذاشتی تا یک ما دو ما دیگه فروش نرفت بعد از سه ما چهار ماه صد درصد به فروش میره اگه قیمت خوب و توضیحات خوبی رو براش نوشته باشی طرف وقتی میاد تو سایتت فقط یک محصول رو نمیخره محصولات دیگه هم میبینه اونا رو هم میخره درآمدت فوق العاده میشه یک نفر قرار نیست بیاد تو سایتت تا آموزش بعدی موفق و پیروز و سر بلند باشید